خب اما بیان داشتن یا وجود داشتن در زبان ترکی به چه صورت هست؟ دقت بفرمایید دوستان، وار به معنی داشتن یا وجود داشتن هست. اما چطور باید از وار استفاده کنیم؟ برای اینکه از وار استفاده کنیم دوستان، باید از پسوندهای ملکی استفاده کنیم برای اسم. مثلا دقت بفرمایید در مثال اول میخوام بگیم که یک کتاب دارم یا کلن کتاب دارم. خب کتاب دارم، بعد این کتاب رو چون مال من هست بعد بگم کتابم وار، مثل اینه که داریم میگیم کتاب من هست یا همون کتابم هست. کتاب دارم منظور به این صورت هست. پس باید به اسمی که میخوایم نام ببریم که حالا وجود داره یا مال من، مال تو یا مال او هست، باید اون پسوند ملکیش رو اضافه کنیم. پس به این صورت میشه کتابم وار. و اگه بخوام بگم مثلا که تو کتاب داری، باید بگم کتابن وار. او کتاب دارد، کتاب وار. ما کتاب داریم، کتاب مزوار. شما کتاب دارید، کتاب نزوار. و آنها کتاب دارن، کتاب لار وار. به این صورت. خب مثال دوم رو هم دقت بفرمایید. ایکی کاردشیم وار. ایکی کاردش یعنی دوتا برادر. حالا چون میخوام بگم من دوتا برادر دارم، میگم ایکی کاردشیم، ایکی کاردشیم وار. اگه بخوام بگم او دوتا برادر داره، باید بگم ایکی کاردشی وار. یا اگه بخوام بگم اونها دوتا برادر دارن، باز باید پسوند خود ملکی آنها رو اضافه کنن که میشه ایکی کاردش لری وار، ایکی کاردش لری وار. مثال بعد ای ایرتمنیمیز وار. ایرتمن خب معلم هست، ایرتمنیمیز یعنی معلم ما، و ای هم که خوب هست. ای ایرتمنیمیز وار یعنی معلم خوبی داریم، یا اینجوری میشه گفت که معلم خوبی هست برای ما. مثلا برای ما معلم خوبی هست، وجود دارد، یا در واقع همون ما معلم خوبی داریم. پس ای ایرتمنیمیز وار. اگه بخوام بگم شما معلم خوبی دارید، و بگم ای ایرتمن نیز وار. مثال بعد اوین وار. او خانه است. اوین یعنی خانه تو. خب اوین وار یعنی تو خانه داری. اوین وار تو خانه داری، یا برای تو مثلا خانه هست، یا تو خانه داری. اگه بخوام بگم من خانه دارم، بعد بگم اویم وار. اگه بخوام بگم او خانه دارد، اوی وار. به این صورت. خب اما مثال بعد سناو. سناو دوستان معنی امتحان هست. سناو امتحان. سناو لاره. سناو لاره یعنی امتحان آنها. سناو لاره وار یعنی آنها امتحان دارند. سناو لاره وار آنها امتحان دارند. خب مشخصا اگه بخوام بگم من امتحان دارم، بعد بگم سناون وار. تو امتحان داری، سناون وار. و غیره. پروبلم که همون مشکل یا پروبلم هست. پروبلمی وار. پروبلمی وار. او مشکل دارد. پروبلم مشکل. پروبلمی یعنی مشکل او. و اگه بخوام بگیم او مشکل دارد، باید بگیم پروبلمی وار. اگه بخوام بگم من مشکل دارم، پروبلمیم وار. و مثال آخر سنف نز. دقت بفرمایید. سنف به معنی کلاس هست. سنف کلاس هست. سنف نز یعنی کلاس شما. سنفنز وار یعنی شما کلاس دارید. خب سنفم وار من کلاس دارم. سنفن وار تو کلاس داری. سنفمیز وار سنفمیز وار ما کلاس داریم. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمیکنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.